خالق بی همتا. با عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز، زینب جعفری هستم بار دیگر با برنامه دیدار با مردم از تلویزیون جهان هزاره در خدمت شما عزیزا قرار گرفته. تشکر از اینکه باز هم برنامه های ما را بیننده هستین. این بار برای شما گزارش تهیه کردیم از زیارت میر سید علی که در ولایت بامیان، در مرکز ولایت بامیان قرار داره و بسیار یک مکان است که مردم ها که اینجا میان، یعنی گردشگران در خود مجذوب کردن، مردم اینجا میان زیارت میکنن، سیاحین میان اینجا برای تماشا و شما ببینید که چه قسم یک زیارت هست، دید مردم چه قسم است و چقدر مردم ارزش داره. تا آخر بیننده برنامه ما باشه. جهان هزاره به ادامه برنامه خوش آمدین و حال یکی از کسایی را اینجا داریم که در اینجا مراجعه کرده برای زیارت و ای که چطور شده که در اینجا آمده و ای که با فامیل آمده برای زیارت یا ای که کدام نظر داره از خودشان میشنویم. سلام علیکم، خوش خود معرفی کنید. سلام علیکم، نعمت الله حکمت هستم، محصل هستم در پانتون کابل انجینری جایز. ما در می رخصتی های ید آمدیم در بند امیر دیگه در زیارت میرسلی دیگه، خصوص که ما اینا را از فامیلا و بابا اجدادهای خود چنیدیم که اینا آدم های بزرگوار بودن و از علمای مثلا از پشتنامه های اماما بودن، باز به همین خاطر با فامیل یک بار اونجا آمدیم به خاطر زیارت و به خاطر دیدنی های بامیان و خصوصا پارک ملی بند امیر. بسیار عالی، خوش آمدی. اول چقدر درباره این زیارت بر گفته بزرگایتان تا موقع که هم از امنا شنیدین بگین؟ خود زیاد نشنیدیم، فقط همین قشنیدیم که ناز اولادای امام هستن که پشتنامه جناب و پیغمبر اینا میرسن. آها، بسیار عالی. و حال که آمد در اینجا چطور هست؟ خب از اینجا از محیطش لذت میبری و آیایی که برای یک محیط دلانگیز و کاملا آرامش بخشی هست؟ بله، بسیار یک محیط آرام و محیط آرام بخش است و باید دولت به این محیط زیبا توجه کند، سرک ها و پارک های ملی اینجا را باید بسازند چون بسیار یک محیط زیبا و محیط آرام است. تشکر. و کدام گفتنی دیگه درباره از زیارت اگر داشته باشی؟ زیاد گفتنی نداریم دیگه، اگر دولت توجه کنند و تعمیر براش بسازند معلوم میشه. آها، چون که بسیار دیوارایش خرابه شده و در طرف یک طرف تقریبا سرک هست و یه طرف سرک میباشه موقعیتش و بسیار دیوارایش خراب شده، دروازه هاش خراب شده. برادر ما به همین نکته توجه کردن و در قسمت ازی هم برای از ما بگین که شما که اینجا آمدین کدام نظر کردین یا نه ای که آمدین زیارت کنین؟ ما فقط به خاطر زیارت آمدیم، نظر نداشتیم. و خودت چقدر دمی زیارت کردن باور داری؟ درباره باورهای خودت بگو. خب اگر کدام مرجع خوبتر باشه که ما بتونیم یک مرجع اینه پایگاهش به علما برسه، خب ما اعتقاد داریم، ولی دیگه بازم به خیلی زیارت های اعتقاد خاصی نداریم چون نمیدانیم که پایگاه از اوناس کجاست و چی هست و کجا بوده و چی کار کرده. امروز که اینجا آمدین چطور شد که آمدین؟ فامیل گفتن که بین یا نه ای که خودون شما در اصرار خودتون آمدین؟ فامیل گفتن دیگه ما از اینجا معلومات خاص نداریم. خب بسیار علی، شما که اینجا آمدین درباره این زیارت هم از دوستای شما که در کابل در بامیان دیده بودن اصلا گفتن میکردن یا اینکه در خود بامیان آمدین شهروندای بامیان درباره زیارت در شما چیز گفته بودن؟ در کابل اسمش شنیده بودیم دیگه، ولی معلومات کافی نداشتیم، دوستای ما نگفته بودن که ما رفته بودیم زیارت کردیم و اینجا که آمدیم با فامیل توصیه کردن که باید بریم. باید برین. خب بسیار تشکر که عمیق گفته هایت با ما شریک ساخته. کدام گفتنی دیگه داشته باشی؟ دیگه گفتنی خاصی ندارم دیگه، فقط می خواهیم که کشورم صلح شود و با رامی و سعادتمندی زندگی کنیم.
سلامت باشی، زنده باشی. تشکر. امیدوار هستم که ای که در بامیان آمدی خاطرات خوش با خود ببری و وقت شما نمیگیریم، به زیارت خود برسید. بیننده عزیز، در ادامه باز هم با ما باشین تا گفتنی های بقیه کسایی که در این زیارت آمده را هم بشنویم. در ادامه برنامه هستیم و دو تن از مادرای ما رو در کنار خود داریم که امروز برای زیارت آمدن و یکی زیارت کردن آمدن و یکی کدام نظر دارن. از خودشان میشنیم. اولتر از همه آرزو میگم که زیارتشان قبول حق باشه و بیشتر از خودشان میشنیم. سلام علیکم، مانده نباشین. جر باشین. خوبی جان؟ من خوبه. سلامت باشین، زنده باشین. میشه خود معرفی کنین از کجا آمدین؟ از سیدآباد. خب چطور شد که اینجا آمدین؟ خاین یک مشکل اومد دیگه، انت زیارت کردن اومده دیگه، بعضی وقت نظر میکنی، بعضی وقت می انت میله میکنی، بعضی وقت بازار میری. خب چه قدر باور دارین تا اینجا؟ خیلی باور داریم دیگه. همچی همیشه وقت که دوچار مشکل میشن، خدا نکرده می اینجا برای تو کنم باز نیاز پر شفا میافی دیگه، انت دایم نمیتی می. خب زیارت مشهوری است در سطح بامیان دیگه نه؟ تا به حال دربارهش به شما اصلا شنیدین از پدر بزرگ، بابا بزرگای خود، پدر بزرگای خود، کلانای خود؟ شنیدم که این زیارت شفا منده دیگه، کلی شفا داده دیگه. خب بیشتر چی قسم در شما گفته؟ خیلی میتا گفته که هر جایی از درستون که آمده نمیتا یک دعا بگی، اگر دعا نگیری دیگه آنه خیلی بد است دیگه. خب بسیار عالی. خب اکثر چه قسم مین؟ تنها مین یا نهی که با فامیل مین؟ با فامیل مین. بسیار عالی، تشکر. خب سلام علیک، مانده نباشید. دیر باشید، خوب استی، بخیر. سلامت باشید. موشو خود معرفی کنید از کجای بامیان هستین؟ ما سیدآباد هستم. آها خب بسیار خوب. چطور شد که اینجا آمدین؟ این از خاطر مریضی که شفا بیافارم باده. انشاءالله مریضی شما شفا یاب خواهد شد. و با این خاله دیگه ما چی نسبت دارین؟ کنه این مادر میشه. بسیار علیتیقه. خب خدا حفظتان کنه. خب شما درباره باورهایتان درباره از زیارت بگین که چقدر در هفته همین یا یک در ماه مین یا در یک در سال مین، چقدر در بوده اینجا مین؟ در ماه مین. در ماه مین. و چقدر باور دارین؟ باور خیلی زیاد داره که اونا مریضای ما شفا یافتاری. آها. و شما درباره امیز زیارت چی قم میفهمین؟ زیارت شفا میتا دیگه. این زیارت شفا میتا. آها. بسیار عالی، تشکر. و اگه کدام گفتنی دیگه برای بیننده های ما داشته باشه اینو هم درباره زیارت؟ نه دیگه گفتنی نداره. تشکر. تشکر از قد از ما صحبت کردین، در زیارت خود بیرسین، ببخشین وقت شما رو گرفتیم. نه شما ببخشین دیگه که سلامت باشین. تشکر. بیننده های عزیز، در ادامه باز هم با ما باشین که کسایی که در اینجا ساکن هستن، بقیه عزیزای ما، هموطنای ما چی گفتنی دارن؟ تشکر از اینکه تا حال ما را همراه بودین. برنامه ما به همین جا به پایان میرسه. متاسفانه نتونستیم از کسایی که در اینجا ساکن هستن مصاحبات داشته باشیم، چون که مردمان سنتی هستن. و امیدوارم که خود به درباره این زیارت بفهم برای شما بگم که میرسیدعلی آقا یک شخص بزرگوار بوده که لقبی برشان داده که یخسوس هسته. و ای که خود ما از بزرگای ما، پدرکلانای ما و ساکنان این منطقه تا جایی شنیدیم، این تو بوده که لقب یخسوس را به این خاطر برش داده که این یک وقتی از یک منطقه که هفت خانه در اونجا بوده، قریه کوچه که فقط دارای هفت خانواده بوده، رد میشه و شب که یخ میگیره، زمستان بوده که خیلی هم هوا سرد بوده، همه جا یخبندان بوده. مورد خانواده ها هر همی افغانه رو میگه که بر از ما گوگیر دیویتین، هزوم یا شو جای بیتین، مرا خیلی یخ زده. اما این هفت خانواده هیچ دهش کمک نمیکنه و این هم فقط همی قوانا را نظیر نشان میکنه که الهی که از هفت خانواده هیچ وقت بیشتر نشین. و تا امروز هم میگن که از هفت خانواده زیاد نشده.
و ای که خودش مرا یخار جمع میکنه و میگه که دستور میده در یخ که در بگیر و یخ ها تبدیل به آتش میشه و خودش گرم میکنه. دوستان عزیز این داستانی بود که من خود من شخصا درباره این زیارتگاه به خاطر ای که زیاد دربارهش جستجو کردم و عمیق برداشت کردم و امیدوار هستم که تا جایی که این چیزایی که من گفتم درست بوده باشه و همچنان این برنامه مورد پسند شما عزیز قرار گرفته باشه. یاد شما نره که چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب، لایک، کامنت بگذارید و برنامه های آینده ما را هم و همچنان برنامه های ما را هم در صفحات مجازی به اشتراک بذارید تا بقیه دوستای ما هم مستفید شوند و تا دیدار بعد بدرود.